و بعد شما برید آموزه‌های دینی رو ببینید، ببینید اولیای الهی چه کردند. فرمودن لعنت رسول بزرگوار اسلام، فرمودن لعن الله المصوفات، خدا لعنت کنه مصوفات رو. سوال کردن که آقا این منظورتون از مصوفات چیه؟ فرمودن لعن الله. دو جور روایت هست، یه جور سوال کردن آقا مل مصوفات، آقا توضیح دادن. یه روایت من دیدم رسول خدا خودشون توضیح فرمودن لعن الله المصوفات التي، دقت کنید، یدعوها زوجها الى فراشهی فتقول سوف حتی تقلبه عیناه. خودمونی ترجمه کنم روایت رو، آقا فهمودن لعن الله المصوفات، خدا زنان مصوفه رو لعنت کنه. سوال کردن خان آقا منظور مصوفات چی؟ هم فهمودن اون زنی که شوهرش ابراز نیاز میکنه، یدعوها الى فراشهی، او رو به بستر فرا میخانه، میگه خانم بیا، و خانم بی توجهی میکنه. آقا میگه خانم، خانم میگن آقا چشم الان دو تا بشقاب الان الان خانم، آقا یه ذره گردگیری من همین تمیز کنم، همین کابینت رو تمیز کنم. خانم آقا ببینم من چه آشغالا رو الان 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 سوفه سوفه سوفه. بعد خانم میره حتی تقلبه عینا، و میره میبینه شوهرش خوابش برده. خدا فهمید، خدا آقا فهمید، خدا این زن رو لعنت کن که هی گفت سوفه 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 الان 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 الان، و میره میبینه شوهرش خوابش برده. خیلی خوب آقا خوابش ببر، حالا دهنم چیه، مگه چی شده؟ خیلی خوب فردا، حالا یه وقت دیگه. نه خانم، خیلی داستان مهمه، خیلی داستان مهم. شاید فردایی در کار نباشه، شاید در این فرصت زمانی امشب تا فردا شوهر شما به انحراف کشیده بشه. چرا؟ چون عشق بازه. ببینید خیلی نکته مهمه ها، خیلی اساسیه. الان مرد شما نیاز داشته، ابراز هم کرده، گفته خانم من بهت نیاز دارم، خانم بی توجهی کرده، گفته سوفه سوفه سوفه. خب نیازه برآورده شد.